پاندمی کووید 19 به روش‌های مختلف و غیر قابل تصوری بر زندگی ما تأثیر گذاشته است. علاوه بر آسیب‌های جسمی، پاندمی کووید 19 باعث ایجاد استرس، نگرانی و بلاتکلیفی زیادی نیز شده است که می‌تواند بر سلامت روان ما تأثیر بگذارد. در این ویدئو بیایید با چند فعالیت ساده خود مراقبتی که می توانید انجام دهید تا کمی بهتر شوید آشنا شوید. خود مراقبتی هر فعالیتی است که ما برای مراقبت از ذهن و بدن خود انجام می دهیم. برخی از شما ممکن است در سلامت جسمی یا شغل خود دچار مشکلاتی شوید، یا ممکن است ایمنی یا برنامه‌های آینده شما یا بسیاری از جنبه‌های دیگر به دلیل این پاندمی تحت تأثیر قرار بگیرند. لیست تأثیرات جسمی و روانی ناشی از این پاندمی همچنان ادامه دارد. اولین قدم این است که بدانید در این نبرد تنها نیستید. از آنجا که در این نبرد تنها نیستید، از درخواست حمایت از اعضای خانواده، دوستان و یا حتی اعضای جامعه خود نترسید. وقتی با مشکلی روبرو شدید، می توانید با آنها در میان بگذارید و شاید آنها بتوانند کمک یا راه حلی را ارائه دهند. حتی وقتی برخی از مشکلات عملا قابل حل نباشند، صحبت کردن در مورد آنها و به اشتراک گذاشتن آنها با شخصی که به او اعتماد دارید احساس آسودگی به شما می دهد و متقابلا حمایت کردن یا گوش دادن به نگرانی های دیگران برای خودمان نیز می تواند مفید باشد. ممکن است برخی از ما در طی این پاندمی در خانه گیر کرده باشیم. داشتن یک برنامه روزانه سالم مفید می باشد. به عنوان مثال داشتن زمان مشخص برای خواب، غذا خوردن، کار، مطالعه، دعا، استراحت و غیره. روتین های روزمره احساس امنیت ایجاد می کنند و به ما در حفظ سبک زندگی سالم کمک می کنند. به فعالیت‌های ساده‌ای بپردازید که از انجام آنها لذت می‌برید. این می‌تواند نیایش کردن، مرور خاطرات خوب، گفتگو با کسی، ورزش یا هر فعالیتی دیگری باشد که باعث می‌شود احساس خوبی داشته باشید. این احساس خوب می‌تواند به شما کمک کند تا اوقات پرتنش را پشت سر بگذارید. برای مقابله با احساسات خود از الکل، سیگار یا سایر مواد مخدر استفاده نکنید. برای مثال، اشکالی ندارد چنین احساسی داشته باشی، این هم خواهد گذشت. من بسیار تجربیات دردناک دیگری را پشت سر گذاشتم، از این هم می توانم عبور کنم. یا هر عبارت دیگری که برای شما تسکین دهنده است، بیایید این نکات را با هم تمرین کنیم. در ویدیوی بعدی، ما نکاتی برای مدیریت نگرانی های خود یاد خواهیم گرفت.